مبارک سرزمینی که قرنها محل سکونت خود و آبا و اجدادمان بوده و رفتن به سرزمینی ناشناخته که هیچ پیوندی با آن سرزمین نداریم، گرچه امری ساده نیست، اما در عین حال بسیار تأثیرگذار و تمدن ساز است. کوچ کردن از همه این تعلقات را هجرت می گویند. مهاجر قالب‌ها و قیدها را در هم شکسته، تغییر را از خود آغاز نموده و منشأ تغییر و تحول در بنیان‌های اجتماعی می‌گردد. فریال سامی هستم، متولد 1331، همسرم پرویز فرزین. ما تمام زندگی مشترکمون در مهاجرت گذروندیم. مهاجرت با زندگی ما عجین شده بود. در سن 7 سالگی بودم که از قزوین ما رفتیم به آذربایجان که 4 سالی در اونجا بودیم. برای کنکور امتحان دادم و در 2 جا قبول شدم، یکی در تهران و یکی در شیراز. از اینکه تهران خیلی پیشرفت کرده بود و در نقاط دیگر واقعا نیاز به مهاجر داشت، این بود که من رفتم شیراز. به همین سر وقتی که درس من تموم شد در سال 75 با فریال مجید ازدواج کردم. در ایران در همون زمان شاه رفتم به پرورشگاهی که در خیابان زند شیراز بود و دیدن میکردم و دیدم که این بچه ها خیلی واقعا احتیاج به محبت دارن و خیلی احتیاج به گردش دارن. گفتم میشه ما اینا رو ببریم بگردونیم؟ گفتن آره میشه. بعد من با چند تا از دوستای دیگه هم رفتم. خب ما همه جوون و دانشجو بعضی ذره ذره جمع کردیم، یه اتوبوس کرایه کردیم که اینا رو یه روز ببریم بگردیم. روزی که رفتم اونجا که خبر بدم که آره همه چی اوکیه، تا رسیدم گفتن فریال مدیر پرورشگاه میخواد با تو صحبت کنه. گفتم چشم. رفتم بالا گفتم شما باهایی هستی؟ گفتم بله. گفت دیگه نمیتونید بیاید اینجا. گفتم چرا؟ کاری نمیکنم من که میام، اینا فقط بغلشون میکنم، اینا اصلا حرف از باهایت نمیزنیم. گفت نه نمیشه، چون باهایی هستید دیگه نمیشه بیاید. من اون موقع حامله بودم، همینجور عشق ریختم و از این در بزرگ پرورشگاه آمدم بیرون، همینجور گریه میکردم. بعد این بچه ها دنبال من بودن. یه بچه 2-3 ساله دم دامن منو گرفت بود، خاله خاله میگفت. بعد یکی از همین نگهدار اینجوری گرفتش، مثل که یک گربه رو میگیره، انداخت تو. من دیگه دلم کباب شد. از اون لحظه تصمیم گرفتم هر وقتی هر کاری که از دستم بر بیاد برای بچه‌های بی‌سرپرست انجام بدم. بعد فریال 6 ماه آبستن بود، تصمیم گرفتیم که آقا هم بریم به یه نقطه مهاجرتی. سال 76 بود که ما عازم کشور پرو شدیم. نگران بودم برای سلامتی فریال، چون حامله بود و با هواپیما هم خیلی ساده نبود، ولی به هر حال این ما جواب به قلبمون دادیم نه به مغزمون. مهاجرت همونقدر که شیرین و لذت بخشه، همونقدر هم سخت و امتحانات و مشکلات خودشو داره. جایی که ما بودیم خیلی خلوت بود. اگه سگ بق میزد میگفتم وای یکی اومده، اگه نمیزد میگفتم یه چیزی دادم خورده مرده. همیشه میترسیدم و برام بعضی موقع پیش خودم میگفتم راستی حالا من مهاجرم، من که کاری نمی کنم. یک روز همینطور که توی صبح نشسته بودم تو باغچه و به بچم شیر میدادم و به باغچه آب میدادم، خیلی دلم گرفته بود، داشتم گریه میکردم. رفتم تو اتاق یک کتاب، یک مجله ورداشتم، اینو ورداشتم، همون باز که کردم دیدم خانم خادم یک چیزی نوشتن، یه مقاله ای نوشتن. وقتی شروع کردم بخوندن اون مقاله اینجوری بود که یکی از خدمات بزرگ خانم ها وقتی بچه کوچیک دارن شوهراشونو بذارن برن و خدمت کنن. مثلا درست همون موقعی که من اینقدر ناراحت بودم و این برای من سوال بود که آیا دارم خدمت میکنم یا نمیکنم، یه همچه مقاله اومد.
مردم وقتی فکر میکنن واقعا یه دیوانگی بود. ولی خب ما دیگه خانم گوزف شما رفتیم به جنگل های پرو و دیگه خیلی جاهای دیگه مسافرت میکردیم و در این سفرهایی که ما میکردیم پیام روح بخش از بهاءالله رو نمیدیم برای این که تعصبات رو بذاریم کنار از هر نوع که باشه به خصوص تعصب مذهبی که باعث نفاق داره میشه و رسالت از بهاءالله رو که همون وحدت عالم انسانی هست که از طریق وحدت وجدان حاصل میشه و صلح عمومی رو و دیگه این دعوت تعالیم هست بهاءالله رو ما به این ابلاغ میکردیم که خیلی برایشون جدید بود و جالب بود. بعد با مشورت با مؤسسات بهایی تصمیم گرفتیم که به اتفاق خواهرم و شوهرش و پسرش بریم به برزیل. هیچ وقت تنها نبودم. همیشه از همه جا بهم کمک رسید. چون خیلی افراد هستن که دلشون میخواد خدمت کنن. مثلا یه جوونی بود به نام پیمان که در پاکستان اونجا بودش. بعد شنیده بود که برزیل خیلی موقعیت خدمت هست. خیلی چیز که درم اثر کرد عشقی که داشت. پیش گفتم آمازون خیلی سخته، تو چجوری میخوای بیای؟ ما احتیاج به کمک داریم ولی خیلی سخته. تو هم یک جوون. گفت که من میخوام خدمت کنم. گفتم پس بذار وقت خونه رو داریم ساختمان میکنیم. بعد گفت که نه، من میام پشت درم شده میخوابم، هدف من خدمته. گفتم پس حالا که اینطوره بیا. و اون پاشد اومد و هنوز سالها و سالها با خود ما زندگی میکرد. در واقع مثل پسر روحانی منه. پسرش هم جمال واقعا مثل نوه من عزیزه. اینها هنوز در آمازون خدمت میکنن. خانمش هم از اروگوئه اومد بود برای خدمت، ازدواج کردن و هنوز هم در و الان مسئول پروژه آمازون هست. یعنی جان عزیز چطوره؟ همه خوبی؟ خیلی خوشحالم میبینم. جمال چطوره؟ خوب عزیزم؟ خوب هستش، الحمدلله، همه گه خوب هستش. دلم خیلی تنگ شده، مخصوصا امروز که داشتم تعریف میکردم راجب آمازون و موقعی که تو آمدی یاده گفتم خیلی. که برو اول درس بخون، گفتی چی حساب داری؟ من تکنولوژی دوست دارم. بعد امتحان داشت، مستمع آزاد تو قبول شدی. 3 سال بعدش یادت به خدا چقدر روز خوبی بود، تو شاگرد اول شدی. همیشه برامون شادی آوردی عزیز. آره به خدا، همیشه برامون شادی. یکی از مسائل مهم که خیلی ما اهمیت میدادیم تو این سالها که همیشه با مردم جامعه مشورت میکردیم و میتونیم ببینیم که احتیاجات چیه. بعد از که پرورشگاه دیدیم متوجه شدیم که خیلی مردم، این مادرها بچه هاشون رو ول میکنن چون که نون شب ندارن بخورن. وقتی فهمیدیم یکی از احتیاجات زیاد پرورشگاه است، تصمیم گرفتیم پرورشگاه باز کنیم. اون کانونی که ما تشکیل دادیم به اتفاق فریاد، یعنی یک کانون عشق بود واقعا. یه فامیلی بزرگ بود، یعنی تشکیل دادیم و بچه ها بعد از یک مدتی با یک وضع عجیب و غریب وارد می‌شدن با امراض مختلف اینا، ولی بعدش اصلا کانون اینقدر با صفا بود و اینقدر روحانی بود و افرادی هم که اونجا با ما کمک می‌کردن، چون خیلی از افراد بودن که کمک می‌کردن، ما آشپز داشتیم دیگه خیلی از اینا، بعد در اینها هم تأثیر می‌کرد. این مناجات‌هایی که صبح با اینها می‌خوندیم قبل از اینکه برن کارهاشون انجام بدن و بعد توجه خاصی که می‌دیم به احساسات این بچه‌ها می‌شد و سعی می‌کردیم که اینها احساس بکنه که ما واقعا به جای پدر مادرشون هستیم و ما هم بسیار خوشحال بودیم و فرزندان من هم همیشون خوشحال بودن که خواهران و برادران بیشتری در اینجا داریم و با این خدمت و هر وقت الان با پسرم صحبت می‌کنم میگه بهترین ایام زندگی در همون پرورشگاه بود که با بچه‌ها بودند و این احساس عجیب روحانی بود. دولت همیشه با ما همکاری میکرد و چون خیلی به این پرورشگاه و سیستمش علاقه داشت که ما با هم در یک خانواده زندگی میکنیم، در سالهای اول پروژه که دید ما یکی از گفت مشکلتون چیه؟ گفتم والا مشکل یکی از مشکلای ما این کرایه خونه است. اونها دولت گفت که شما زمین رو بگیرید، ما میسازیم براتون. همون موقع
موقعی که پرورشگاه و بچه های نوجوان داشت کارهای خیلی از نظر مادی هم خب خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، ما با دولت تونستیم قرار بذاریم که پول غذای بچه ها رو بده. برای 4 ماه دولت پول نداد و واقعا سخت بود. بعد هیچی گفتم خب پا میشیم بیدیم جشن میگیریم و بعد دعوت میکنیم، ساندویچ میفروشیم، این میفروشیم، همت عالی بردم، بعد بالاخره پول غذاشون در میاد و خدا کریمه. و این کلمه خدا کریمه و از این ستون تا اون ستون فرجه جزو کلمات همیشگی منه، همه دوروریام همیشه میگن. خلاصه ما رفتیم که این کار کنم. در اون زمان که دارم میگم در سال 91 مثلا، خب خونه ها این چیز نداشتن برای که کپی کنن، رفتیم که به مرکز شهر که مثلا یه دعوتنامه کوچولو رو کپی بکنیم چشش اون روز بعد نبینه. ما یه ماشینی داشتیم به قول ماشین ممدلی نبوغ داره نه صندلی، همچه ماشینی رفتیم دیگه. آقا زدیم تصادف کردیم به یه ماشین بنز آخرین مدل. خدای من دیگه اصلا داشتم میمردم، مثلا قلبم میخواست بیسته. به راننده گفتم میبخشید به خدا ما داریم میریم، شروع کردم به گریه کردن، گفتم با پرورش که داریم میریم اینو براش درد دل کردن. گفت خانم میبخشید کارتون خیلی خوبه ولی من یه رانندم و باید پلیس بیاد تو ببینه. و پلیس هم اومد و بلا همیشه وقتی یک پلیس بیاد توی برزیل 1 ماه 2 ماه جوابو میده، این یه هفته نشده جواب داد که تقصیر ماست. با یک سختی تونستم بفهمم که صاحب این ماشین رئیس استان برنامه ریزیه. خلاصه رفتم پیش سکرتریش، با یک حالتی بالاخره وقت گرفتم. وقتی رفتم اون از لهجه‌ام پرسید گفت خانم شما؟ گفتم بله من ایرانی هستم، از ایران اومدم و از این حرفا. چیکار میکنی؟ گفتم پرورشگاه داریم. بعد گفت که چقدر کار قشنگی، چقدر خوبه، آیا دولت کمک میکنه اینا؟ و بعد گفت که راستی برای چی اومدی پیش من؟ چون قبلش ازم نپرسیده بود. گفتم راستش که همین ما پرورشگاه داریم، الان 4 ماه دولت به ما پول نمیده، پول غذا و اینا نداشتیم، برای همین داشتیم میرفتیم که این کارو بکنیم. فوری گفتم یه دقیقه بیست، تلفن رو برداشت به همون اداره که به ما 4 ماه پول نداده بود. تلفن گفتم چطوری ممکنه پول یک پرورشگاه رو 4 ماه نمیدیم؟ فوری پولش رو آزاد کنید. بعد شب کارتش رو به من داد، گفت خانم هر وقت که مشکلی داشتی بیا پیش ما. بعد گفتم خب ماشین توی که زدیم چی؟ گفت اون ماشین هم بیمه داره، نگرانش نباش، برو. محلمون رو یه خونه کرایه‌ای رو عوض کرد، رفتیم یک محلی که خیلی بعد از که وارد اون محل شدیم، 1 سال بعدش شد محله فقیرنشینا. یک عالمه از افراد جای مختلف اومدن و یک عالمه بچه ها، ما زنان سخت که زندگی سختی داشتن دوروبر ما بودن. اولش دیدم که خیلی بچه هست، تصمیم گرفتم که یک کودکستان، یعنی برای بچه های فقط تازه 16 ساله یک کلاس بذاریم. وقتی که اومدم کلاس بذارم اسم بنویسم، دیدم یک بچه لاغر ظریف و این آمد و گفت میخوام اسممو بنویسم. اسمش بچی بود. گفتم نگاه کردم و اینا، گفتم تو که 11 سالته. گفت آره. گفتم آخه 11 سال ما برای بچه 6 ساله است. گفت ولی من میخوام درس بخونم. زد زیر گریه که من میخوام درس بخونم، من میخوام، هیچ جا قبولم نمی کنن. گفتم باشه من اسمتو می نویسم. بعد رفتیم تقریبا دیدیم که با بچه ها اگر 7 سالشون میگذره طبق قانون دولت نمیتونن درس بخونن تا بشن 14 سال و برن شبانه درس بخونن. یعنی بچه 8 ساله تا 14 ساله بعد تو خیابون بگرد. گفتم این که نمیشه. فوری ما گفتیم که باشه، اسم بچی رو نوشتم، گفتم کلاس برای مقدماتی. آقا این بچی رفت تو محله، گفت در عرض 2 روز 35 تا بچه اومدن. این بچه از همون خوندن و نوشتن تو اونجا یاد گرفت توی پروژه تا دانشگاه رشته ادبیات توی دانشکده طاهره که ما تأسیس کرده بودیم تو اونجا چیز خوند، مدیریت. همین بچه بی‌تردید در طی مهاجرت من به شهر مناس پایتخت آمازون برزیل موفق به تأسیس مؤسسات عام المنفعه، پرورشگاه، مدارس ابتدایی و متوسطه،
دانشکده تعلیم و تربیت و در آخر یک هنرستان سنتی شدیم. این پروژه ادامه پیدا کرد، به صورت دو تا پروژه بزرگ شد. یکی همین این مسئله بچه ها و مدرسه که تا دبیرستان رفتیم، و یکی دیگه این کارهای حرفه‌ای که به خانم‌ها شروع کردیم یاد دادن، که شروع کردیم با چیزای ساده، ناخن درست کردن، شکلات درست کردن، نون درست کردن، کاری که مادرها با پول کم بتونن کنار بچه‌شون تو خونه‌شون درست کنن، وضعشون خوب بشه. یه روز من یه خانمی رو دیدم، گفت فریال حالت چطوره؟ گفتم که خوبم اینا. بعد نگاه کرد گفت تو منو نمیشناسی؟ گفتم میبخشید به جا نمیارم. گفت من سکوهو هستم. گفتم میبخشید به جا نمیارم. گفت من همون سکوهو هستم که همیشه زیر چشم قرمز بود، سیاه بود، از بس که شوهرم میزد تو صورتم. تو منو آوردی اینجا به ما یاد دادید که کار بکنیم و اینا، منم قسمت چیز یاد گرفتم، کاشی سازی. الان امپرزا باز، خودم کار باز کردم و چقدر ازم خوبه و الحمدلله خیلی شیک و مرتب و فلان. خب کارها رو ما در اینجا تقسیم کرده بودیم. نه خب مسلما خب فریال که نمیتونست همه کارها رو انجام بده. مثلا مسئله خرید بود، خریدها رو مثلا من انجام میدادم، رانندگی رو من انجام میدادم. من خیلی سبحان الله رو شکر میکنم که این موقعیت خدمت در اونجا برای من ایجاد شده بود و با خوشحالی این کار میکنم. ما فهمیدیم که دولت در نیول هنرستان هم کمک میکنه. یه پروژه نوشتیم به دولت دادیم و دولت فدرال ملی و قبول شد و ما هنرستان باز کردیم و الان رشته های مختلف در چیز قسمت هنرستان داریم و رشته های خیلی زیاد در کورس های کوتاه مدت. در این 28 سال پروژه شده بود عشق من، قلب من، زندگی من، همه چیزم. ولی شوهرم کم کم میگفت خب دیگه باید از اینجا بریم. ولی من گفتم کجا بریم که بتونم اینقدر خدمت کنم، خیلی شیرینه اینجا با اینا. ولی بعد دیدم که هی بخوایم با هم بگیم چی کنیم چی، گفتم هر وقت که موقع شد میریم. بعد یک دفعه گفتن که به شیلی احتیاج به مهاجر داره برای که داره مشرق الاذکار میذارن. اون انگیزه که ما رو وادار کرد که بریم برای شیلی، چون این مشرق الاذکار یک سمبل وحدت عالم انسانی هست. نه فوری قبول کردیم و آمدیم به شیلی. رئیس دانشکده شیلی گفت که قسمت مهندسین و کسایی که دارن ساختمان میکنن خیلی براشون خوبه که ساختمان رو ببینن چجوری ساخته میشه، و متاسفانه ساختمان های بزرگ و عظیم رو اجازه نمیدن، نه صاحب کارا اجازه نمیدن که کسی بیاد ببینه دانشجوها، یا یه اشتباه یه چیزی بکنن، و اگه شما بتونید اجازه رو بدید خیلی خوبه. ما دیگه از اون موقع هفته 3 تا 4 گروه رو میبردیم که اینها ساختمان مشرق الاذکار رو ببینن. رفتیم بالا سر زمین، همش سوالای تکنیکی بود. بعد که میرسیدیم بالا اینا میگفتن خب مشرق الاذکار یعنی چی؟ وقتی که هدف از مشرق الاذکار رو میگفتیم که هدف محلی معبدی برای دعا مناجات باشه، برای که همینطور که جسم ما احتیاج به غذا داره، روح ما احتیاج داره و دعا و مناجات و خدمت، نه روح غذای روح ماست. این به خاطر اینه اینها از وقت برمیگشتیم دیگه همش میخواستم بدونم مشرق الاذکار چیه، دعا مناجات چیه، روح چیه. ولی هفته گذشته یه خانمی اومد، وقتی داشتم براش صحبت میکردم درباره مشرق الاذکار، این بلند شد موقع خدافظی منو بغل کرد، همینجور اشک میریخت، میگفت من راحت شدم، من آزاد شدم، من آزاد شدم. گفتم چی شد؟
گفت که حالا که گفتی خدا یکیه، همه پیغمبرا یکیه، و وقتی که گفتی که مقام انسان شریفه و پاک به دنیا میاتش و گناهکار نیستیم، اصلا من آزاد شدم. چون اینقدر تو کلالم کرده بودن که گناهکاریم، باید بری گناه تو ببخش فلان، همش احساس سنگین. ولی الان آزاد شدم. این خانم حدود 80 و خورده سن سال داشت. مهاجرت برای من یعنی زندگی، خدمت و عشق.